سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز کانال پرشیر هندیمن. مطمئنن اعضا و همینطور بینندگان کانال ما یا تحصیل کرده هستن یا اینکه اهل تحقیق هستن. اصولا کسی که بیننده کانال ما هست و برنامه های اینچنینی رو نگاه میکنه با یک فرد فنیکار معمولی بسیار متفاوته، اما خیلی از ما همچنان در الفبای بعضی از موضوعات فنی مشکل داریم که یکی از مهمترین اونها اسامی انواع پیچ و مهره و همینطور کاربرد اونهاست که به نظرم موضوع بسیار جذابی هست. امروز در مورد انواع پیچ و مهره، در مورد انواع پیچ‌های چوب، انواع اتصالات MDF و لترون و همینطور هم انواع پیچ‌های ماشینی و اسامی ایرانی اونها با هم دیگه بحث می‌کنیم. ابتدا اسامی و شکل پیچ‌ها رو بررسی می‌کنیم و بعد می‌ریم سراغ دسته‌بندی‌های دیگه. بریم سراغ شکل و اسامی پیچ‌های چوب، MDF، لترون و کناف. اولین پیچی که بررسی می‌کنیم پیچ‌های آنتیک هستن. پیچ‌های ریز و کوچیک من برای کارهای تزئینی، کارهای گراغالات جوای کوچیک به کار میرن و در رنگ‌های متنوعی مثل زیتونی، نقره‌ای و همینطور طلایی وجود دارن. دومین پیچی که می‌خوایم بریم سراغش پیچ‌های نصب قابل رکلاژ برای نصب پنل‌های MDF روی دیوار هستن. همونطور که داخل تصویر دارید می‌بینید، ابتدا و انتهای این پیچ‌ها رزبه شده هستن و وسطشون رزبه نداره و همین قسمت باعث میشه که شما بتونید پنل‌های MDF رو هم دیگه رکلاژ بکنید. سومین پیچی که خواهیم بریم سراغش یک اتصال بسیار جالب و دیدنی برای MDF ها، لترون ها و همینطور چوب ها هستن که معروف هستن به پیچ الیت. البته اسم اصلی این پیچ اسمش مینی فیکس هست. همونطور که داخل تصویر میبینید از 3 قطعه تشکیل شدن و یک اتصال بسیار جالب برای نصب MDF ها به صورت 90 درجه کنار همدیگه هست و بسیار بسیار هم کاربردی هستن، به صورتی که شما یک کمد رو کاملا میتونید دمونتاژ بکنید، یعنی از همدیگه کامل باز بکنید، با ماشین خودتون ببرید جای دیگه، دوباره اینا رو هم سوار بکنید بدون اینکه چوب یا MDF یا لترون شما آسیب ببینه. در حالت معمولی شما وقتی یک پیچ MDF رو چند بار باز و بسته میکنید مطمئنن اتصالات شل میشه، اما با اتصال الیت دیگه این مشکلات رفع شده و یک اتصال بسیار جالب برای ساخت کمدها و کابینت‌ها هستش. اما شاید برای خیلی از دوستان سوال پیش بیاد که نحوه اتصال پیچ‌های الیت به چه شکل است. همونطور که داخل تصویر می‌بینید پیچ‌های الیت 3 تکه هستن، از یک رول پلاک کوچک تشکیل شده، از یک پیچ و همینطور هم از یک مهره. ابتدا با کمک دستگاه الیت زن یا شابلون الیت شما سوراخ‌های مورد نیاز رو ایجاد می‌کنید. وقتی شما صفحه MDF تون رو بخواید به صورت 90 درجه متصل بکنید، ابتدا بر روی صفحه اول یک سوراخ به قطر اون رول پلاک ایجاد می‌کنید، رول پلاک رو داخل چوب می‌کنید و بعد هم پیچ الیت رو داخل رول پلاک می‌کنید. مهره رو در صفحه دوم می‌ذارید و این دو رو در همدیگه چفت می‌کنید و وقتی شما مهره رو بچرخونید این اتصال کامل برقرار و محکم میشه. داخل تصویر دارید نمونه ای از اتصال الیت رو میبینید. البته عرض کنم خدمتتون که اتصال الیت برای کارهای خورده لوکستر به کار میره. این اتصال الیت که دیدید 3 تکه هست، ما البته یه پیچ الیت 2 تکه هم داریم که بعدا در موردش بحث میکنیم. بریم سراغ پیچ ساده چوب که ارزون ترین نوع پیچ چوب در بازار ما هم هست. پیچ های دوسو و سرتخت که معمولا با رنگ طلایی در بازار ما پیدا میشن. البته رنگ های دیگه هم از این پیچ در بازار وجود داره، مثل رنگ آبی یا رنگ خاکستری. پوشش همه اینها زینک یا روی هست، اما بسته به پروسه تولید میتونه رنگ نهایی متفاوت باشه، یعنی میتونه هم طلایی باشه یا رنگهای دیگه. دقت بفرمایید که رنگ طلایی که اینو پیچا دارن با رنگ طلایی مثلا مته ها متفاوت است. اگر یادتون باشه در مورد مته های طلایی قبلا با هم صحبت کردیم، مته های طلایی پوشش تیتانیوم دارن و بسیار بسیار متفاوت است با این پوشش روی که بر روی این پیچ های طلایی وجود داره. ویژگی پیچ های چوب دارا بودن شنک یا ساقه است، یعنی نیم رزبه هستند. اجازه بدید در همین جا یه توضیح مختصر در مورد ساختمان پیچ ها خدمتتون عرض بکنم. خب دوستان عزیز، بیایید ابتدا یک نگاهی به ساختمان پیچ های چوب با هم بندازیم. همونطور که داخل تصویر میبینید پیچ ما از هد یا سر یا کلگی، همینطور از یه قسمتی که رزوه نشده که بهش ساق پیچ یا شنک میگن، و قسمتی که رزوه ها شروع میشن تا انتهای پیچ. اجازه بدید فرق بولت با اسکرو هم خدمتتون همینجا عرض بکنم. ما در ایران هم بولت هم اسکرو رو با یک ترجمه یعنی پیچ میشناسیم، اما اینها با هم دیگه کاملا متفاوت هستن. شما برای استفاده از بولت حتما به یه مهره نیاز دارید یا سطحی که میخواین استفاده کنید رو باید رزوه دار کنید داخلشون رو. خب در این تصویر به راحتی میتونین فرق بولت با اسکرو رو ببینید. این بولت هست
و این هم اسکرو. ما هر دوی اینها رو به عنوان پیچ ترجمه کردیم، اما در صورت کار و شکل، ساختمان و حتی متریال اینها کاملا با هم متفاوته. اما دوباره بریم سراغ شکل پیچ چوبه. همونطور که خدمتتون عرض کردم و داخل تصویر دیدید، پیچ چوب از کلگی، شنک یا ساقه و همینطور هم رزبه ها تشکیل شده. نکته مهمی که ما خدمتتون عرض کنم اینه که فرق پیچ چوب با یک پیچ خودکار در اینه که پیچ خودکار تمام رزبه هست، اما پیچ چوب یک قسمت شنک یا ساقه داره که رزبه نشده. این قسمت شنک یا ساقه رو به این خاطر ایجاد میکنن که وقتی شما دو قطعه چوب رو با هم دیگه پیچ میکنید، اتصال و استحکام به خوبی برقرار بشه. پس فرقی که یک پیچ چوب با یک پیچ خودکار داره هم در شکل رزبه ها میتونه باشه و هم در بود شنک یا ساقه. پیچ چوب سرتخت دو سو رو دیدیم، الان با هم پیچ چوب سرتخت چهار سو رو با هم میبینیم. پیچ بعدی پیچ چوب سرگرد دو سو و پیچ سرگرد چهار سو. اگر دقت بفرمایید، پیچ‌های خودکاری مشابه همین پیچ که داخل تصویر دارید می‌بینید وجود داره، اما بچه تمایزشون همین وجود شنک یا ساقه‌ای هستش که رزبه نشد. پیچ چوب بعدی پیچ سرخزینه عدسی هستش. منظور از سر عدسی اینه که سر پیچتون نه حالت گرد نیم دایره داره و نه حالت تخت، بلکه بینابین و یک حالت هلال خیلی کمی داره. پیچ بعدی پیچ فیکس هستش. پیچ فیکس یک پیچ نرم‌مادگی هستن که برای اتصال تخته‌های MDF بر روی همدیگه هستش. در اندازه‌های متفاوتی وجود داره برای اتصال مثلا 2 یا 3 MDF در کنار همدیگه. پیچ بعدی پیچ فرنگ تخت خواب است. البته این پیچ مخصوص خود چوب نیست، اما چون برای کار تخت سازی به کار میره، اینم آوردم خدمتتون تا شما ببینید. فرنگ تخت خواب هم در حقیقت اسم اصلیش برکت هست که در داخل ایران به اسم فرنگ میشناسن، ولی در حقیقت همون برکت های فلزی هستن که برای اتصال فریم های الکترون یا MDF در تخت خواب ها به کار میرن. خب دوستان عزیزم، برنامه رو فعلا در همینجا به پایان میبریم و ادامه مبحث پیچ ها رو میذاریم برای برنامه آینده. یادتون نره هر سوالی که داشتین میتونید به کانال یوتیوب و یا پیج اینستاگرام پرشین هندیمن مراجعه کنید، از مشاوره در مورد خرید ابزار بگیرید تا سوالات فنی دیگه با من در میون بذارید. من حتما بهتون پاسخگو خواهم بود. هر جا که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.